سلام و شامتان بخیر. به فراخبر با من یاسر ابرار خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید: از شکننده دانستن اوضاع افغانستان تا خواست از طالبان برای قطع روابط با القاعده. دبیر کل ناتو میگوید در انتظار عملی شدن تعهدات طالبان هستیم. ما نیاز داریم تا ببینیم طالبان تمامی روابطشان را با القاعده قطع میکنند. ما میخواهیم یک اقدام نیرومندتر و محکمی در این بار از طالبان بگیریم. دیروز نیز در نشست سه جانبه افغانستان، امریکا، روسیه بر کاهش چشمگیر خشونت ها از بحر ایجاد اعتماد تاکید شده است. این در حال است که به گفته وزارت دولت در امور صلح روزهای کمی تا برگزاری نخستین نشست گفتگوهای میان افغانان باقی مانده. آیا نیت ها صاف و منزل آسان است؟ در این باره با مهمانان برنامه خانم شاهگل رضایی عضو مجلس نمایندگان که در استودیو حضور دارند، آقای داوود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعه در دانشگاه سنت پال کانادا که روی خط اسکایپ به برنامه پیوستن بحث میکنیم. مهمانان بسیار خوش آمدین. خانم رضایی با شما آغاز بکنیم. آیا نیت ها صاف و منزل آسان به نظر میرسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و مهمان برنامه. ما به این باور هستم که آنچنان که باید صاف و منزل آسان به نظر برسه هم نیست. ما در جریان یکی دو سال گذشته که بحث مذاکرات صلح جدی شده، فراز و نشیب های زیادی را این روند تیر کرده. در مدت یک و نیم سال حداقل یا دو سال گذشته اگر ما بسیار به صورت جدی در نظر بگیریم، مراحل مختلف از چالش ها در روند صلح افغانستان وجود داشته. هنوز هم مسائل بسیار زیادی وجود داره که باید حل شوه و باید به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار بگیره. ما فکر نم هنوز هم اگر ما روند جاری در کشور در نظر بگیریم و اقداماتی که در مسیر صلح در نظر گرفته اتفاق افتاده اگر در نظر بگیریم، ما هنوز هم قدم های بسیار زیاد را پیش رو داریم. مثلا یکی از موضوعات ایه که حداقل یک سال گذشته بیش از یک سال گذشته در بعد از اولین آتش‌بسی که اتفاق افتاد، مردم افغانستان منتظر بود که هر چه زودتر کاهش خشونت و یا آتش بس جزء از برنامه های هر دو طرف باشه و به زودترین فرصت ممکن روی زی توافق صورت بگیره. یا مثلا وقتی که بحث آزادی زندانیان طالبان مطرح شد، یک از توقعات جدی که از آدرس مردم افغانستان میرفت این بود که همزمان با آزادی زندانیان به صورت کتلوی کاهش بسیار جدی در خشونت به وجود بیاید و یا آتش بس اعلام شود. درسته که ما شاهد آتش بس چند روزه در افغانستان بودیم، ولی انتظارات مردم افغانستان بیش از این بود. درست. یا مثلا آغاز مذاکرات بین الافغانی باید خیلی زودتر اتفاق می افتاد، یا اتفاقات دیگری در موضوعات کلان کشوری در حداقل زودتر اتفاق می افتاد. ولی در بس مهمتر تعهدات طالبان هم هست. وقتی آقای سولتنبرگ امروز تاکید میکنه که طالبان باید رابطهشان با القاعده قطع بکنن، پیش از این سازمان ملل وقتی یک گزارش سازمان ملل است و ناظران مستقل سازمان ملل لیک میشه منتشر میشه 14 روز پیش که از همه بحث صحبت میکنه رابطه طالبان با القاعده، یا نشان میده که نیت طالبان صاف نیست و این رابطه کماکان حفظ است برخلاف تعهداتشان با امریکا؟ دقیقاً ما برداشتم اینه که یکی از مشکلاتی که فعلا ما در افغانستان داریم و متاسفانه نهادهای امنیتی افغانستان هم بسیار به درستی به مردم افغانستان پاسخ نگفته، اینه که حملات بسیار شدید اتفاق میفته، افراد قربانی میشه، مثل شب آنچه که در شفاخانه در دشت برچی افتاد، یا شب آنچه که در ولایت ننگرهار در بر مراسم جنازه اتفاق افتاد، و یا حوادثی که در اواخر بر دو تا مسجد در کابل اتفاق افتاد. اینا حوادثی که طالبان مسئولیت نمیگیره. خوبه که اگر طالبان واقعا دست نداشته باشه، اما این وظیفه دولت افغانستانه که باید روشن بسازه که آیا این حملات در هماهنگی با طالبان توسط بعضی از عناصر صورت میگیرن، نقش طالبان در این سرحد چه خواهد. اگر این مسائل روشن ساخته نشوه، ما فکر نمون ما به یک نتیجه نمیرسیم و این همه نشان میده که اگر تا شفافیت لازم و پاسخگویی جدی شکل نگیره و به افکار عمومی مردم افغانستان واضح پاسخ وجود نداشته باشه، ما فکر نمون هنوزم ابهامات جدی تر خواهد بود. آقای قیومی، نیت چه کسی صاف نیست به باور شما؟ منزل را کدام طرف دشوار ساخته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خانم رضایی، تشکر از دعوت. خب بدون شک صلح افغانستان، موفقیت پروسه صلح جهت های مختلف داره. اگر دست کم ما راجع به نقش کشورهای منطقه صحبت بکنیم که مشخصا این نشست سه جانبه ای که صورت گرفت یا صحبت هایی که وجود داشت،
من فکر میکنم به هر میزانی که با کشورهای منطقه صحبت شوه و نظرشان و دیدگاهشان راجع به پروسه صلح دولت افغانستان به شکل اساسی پیگیری بکنه میتونه به صورت مستقیم در پروسه صلح نتیجه داشته باشه و بدون شک این پروسه یک پروسه درازمدت است. بله. نیاز به زمان داره. در قسمت سوال شما چیزی که فعلا به عنوان یک چالش به عنوان یک مانی هنوزم سر پیش روی پروسه صلح وجود داره یا فرارای پروسه صلح وجود داره رفتار طالباس، نگرش طالباس که تا هنوز تغییری نکرده. در بحث به چه دلیل فکر میکنن؟ خب بدون شک گروه های افراطی با توجه به فلسفه دید و جهان بینی که دارن با آسانی نمیتوانن تغییر بیارن یا تغییر ایجاد بکنن، اما دلیل اساسی من تصور میکنم رابطه میگیره و اختلافات درونی که بین طالب هاست، بین بدنه رهبری طالب ها، مخصوصا طالب هایی که در قطر هستن بیشتر گفتگو دارن با امریکا، یا تا جای نظرشان نسبتا تغییر کرده است، اما تاثیرگذاری زیاد بالای طالبایی که در داخل افغانستان است ندارد. یک دلیل اساسی به نظر من است که تا هنوز اونا سیاست جنگیشان تغییر نکرده. مسئله دیگه است که اونا هنوزم به این باور هستند که ما اما هدف اساسیشان نمیسته که صلح میخواهیم، اما با گروه های مختلف بیشتر به دنبال احیای نظام طالبانی هستند و بیشتر با مؤسس با آسانی نمیخوان که تغییر بکنن. درست. آیا محتمل هست که طالب رابطهش با القاعده قطع بکنه وقتی تعهد میکنه با امریکا، ولی به نظر میرسه که پشت پا میزنه وقتی در 2 جون گزارش 28 صفحه‌ای سازمان ملل از سوی ناظران مستقل سازمان ملل منتشر میشه که از این حرف میزنه و امروز دبیرکل ناتو از این حرف میزنه، نشان میده که مسئله جدی است. طالب کماکان ارتباط داره با شبکه القاعده به عنوان یک سازمان حراس افغان. فکر میکنین چرا چنین است؟ چرا باید پشت پا زده شوه؟ چی را میرسونه؟ سوال مهم را شما اشاره کردین. بدون شک این مسئله بسیار نگران کننده است در ارتباط به موفقیت پروسه صلح. درست پیش هم یک بحث بسیار جدی در فارین پالیسی وجود داشت. یکی از سناتورهای ارشدی کمیته اطلاعاتی به سنا دمی قسمت مصاحبه داشت و نگرانیشی است که گفته میشه که اختلافات بسیار شدید بین سنا و بین اداره اطلاعات ملی قصر سفید وجود داره. اداره اطلاعات ملی قصر سفید بیشتر تلاش نمیست که بر اساس جدولی که تعیین کردن خروج نیروهای امریکا از افغانستان صورت بگیره، اما سناتورا که بیشتر دیدگاهشان در فارن پالیسی منعکس شده مخالف هستند. به این باور هستند که هنوز رابطه طالب القاعده وجود داره و با توجه به اینکه نگرانی بیشتری امریکا مسئله القاعده است، در صورتی که این پروسه خوب رهبری نشوه و حتی مسئله خروج در دراز مدت تنظیم نشوه، ممکن است که دوباره القاعده از افغانستان بر علیه منافع امریکا استفاده بکنه. بدون شک این مسئله نگران کننده است که هنوز رابطه طالب و القاعده وجود داره. ولی همین یعنی چی؟ یعنی پشت پا زدن به توافق، یعنی به میلی به صلح، یعنی میل به ادامه جنگ توسط طالبان؟ خب بحث اصلی است که حتی در مذاکره صلح هم که طالبان با امریکا یا داشتن گزارشاتی که وجود داشته در امانگی با القاعده بوده و خب این رابطه یک رابطه بسیار چند بودی است. طالبان متاثر از القاعده هستند و بدون شک کمک های مالی از طرف القاعده صورت میگیره و چیزی که زیاد نگران کننده است مسئله ای است که طالبان به شکل تکتیکی آمدن با امریکا چه کردن یک توافق نامه را امضا کردن. درست. تشکر. خانم رضایی، در بحث کاهش خشونت ها اظهارات امروز آقای سولتنبرگ نشان از این داره که دخل ناتو رضایت نداره و تازگی امریکا، روسیه و کابل هم وقت نشست برگزار میشه و میان بازم تاکید میکنن روی کاهش خشونت.
ایران میرسانه که اینها هم رضایت ندارن و خشونت ها به حد باید کاهش پیدا نکده. همین کار از سوی طالبا آیا نشان دهنده نیت جنگ طالباست یا راهبرد صلح اما بر امتیاز طلبی؟ خب البته ما فکر نم که اگر ما ایره به این شکل در نظر بگیریم که گویا طالبات ایره به حیث یک راهبرد برای رسیدن به صلح به کار میبره، به معنای زی که اراده جدی هنوز هم در هر دو طرف برای صلح وجود نداره، در حداقل در جانب طالبا برای صلح وجود نداره. اگر بنا باشه که یک طرفه از زندانیان طالبا با همه فشارهایی که افکار عمومی بر حکومت وارد کرده و حق هم دارن اعمال شده، ولی حکومت افغانستان با آزادی زندانیان طالبا مبادرت ورزید ولی از جانب طالبا هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت. خب البته ما می‌خوایم این با استفاده از فرصت شرح بدیم که درسته که طالبا به این باوره که یگانه ابزاری که در اختیار طالبا و میتونه روی میز مذاکره امتیاز خود بالا ببره ابزار جنگ بله. انسان‌کشی و همین موضوعاته، ولی در کنار که با این موضوع قابل گفتن یک نقطه دیگه هم هست که امتیازاتی که از آدرس حکومت افغانستان به طالبا داده میشه در برابر این کدام اقدامات توسط طالبا صورت گرفته. من میخوام بسیار واضح مطرح کنم که در این قسمت حکومت افغانستان به خصوص کسانی که در عرصه صلح دخیله باید پاسخ بده به مردم افغانستان که از این طرف بیش از 3000 زندانی طالبا آزاد شده. این آزادی زندانیان طالبا در بدل کدام امتیاز صورت گرفتن؟ نمیشه که یک طرفه به یک طرف باج داده شوه و امتیاز داده شوه ولی این طرف هیچ گونه امتیاز را به دست نیاره. اگر پاسخ این باشه که آزادی زندانیان طالبا زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم میسازه و در مذاکرات بین الافغانی باید روی آتش بس توافق صورت بگیره، بله یک حرف منطقی است، اما تا زمان رسید شروع مذاکرات بین الافغانی حداقل کاهش چشمگیری در خشونت به وجود باید بیاید، حداقل مردم افغانستان همه روزه قربانی حوادث نشوه. اگر جنگ به صورت اعلام شده و به صورت رسمی توافق صورت نمیگیره که آتش بس صورت بگیره و یا کاهش خشونت، حداقل به صورت اعلام نشده عملا باید در میدانهای نبرد جنگ کاهش پیدا کنه، خشونت اتفاق نیفته تا زمینه برای مذاکرات بین الافغانی فراهم شوه. اما مشکلی که وجود داره اینجیه که حکومت افغانستان متاسفانه خیلی به افکار عمومی پاسخ روشن ارائه نمیکنه و افکار عمومی به خصوص حتی پارلمان افغانستان در خیلی از موضوعات بی‌خبر میمونه. ما حداقل نمیدانیم که آزادی زندانیان طالبان در برابر چی تضمین‌هایی گرفته شده و در برابر چی امتیازاتی. در نشست جانبه افغانستان، امریکا و روسیه روی مکانیزم نظارت بر کاهش خشونت‌ها هم صحبت شده که البته انتظار میره که شکل بگیره. خب البته ای که مکانیزم نظارت بر اول آیا توافق اعلام شده یا غیر رسمی مبنی بر کاهش خشونت و یا آتش بس وجود دارد تا زمان مذاکرات شروع مذاکرات بین الافغانی؟ حوادث همه روزه در افغانستان اتفاق میفته، گاهی داعش مسئولیت میگیره، گاهی گروه دیگه مسئولیت میگیره. این نشان از ایه که ما حتی به صورت اعلام نشده هم به توافق 100% در مورد کاهش خشونت نرسیدیم. تا ای که مرحله بعدی نظارت از چگونگی کاهش خشونت باشه یک مرحله بعدی. دقیقاً با این موانعی که وجود داره خانم رضایی، آیا روزهای کمی مانده تا شروع مذاکرات میان افغانا؟ خب البته ما برداشتیم اینه که چون زندانی ها به صورت بسیار گسترده و کتلوی آزاد شد، این باید تمامی بهانه هایی را که در مسیر شروع مذاکرات بین الافغانی بود باید برداشته شده باشه. ما برداشتیم اینه که اگر از طرف طالبا اراده برای صلح وجود داشته باشه و اگر از آدرس جامعه جهانی همکاری لازم در عرصه صورت بگیره، خوبه که مذاکرات بین الافغانی هر چه زودتر شروع شود و تمام موضوعات مرتبط به صلح اونجا مورد بحث قرار بگیره. تشکر. آقای قیومی، باور شما چی از این رابطه های روزهای کم مانده در شرایطی که موانع وجود داره؟ روزهای کم مانده تا آغاز مذاکرات میان افغانان یا نه هنوز 2000 زندانی طالبا رها نشدن، طالبا قانع نمیشن به رهایی فقط 3000 زندانیشان و راه نسبتا درازی در پیش است؟ انتظار میره که به نشست بین الافغانی یا نشست نماینده دولت افغانستان طالبا در قطر برگزار شود. نشانهای زیادی وجود داره، مخصوصا نگرش مثبت کشورهای منطقه، پاکستان یا با توجه به سفر اخیر رئیس ستاد ارتش پاکستان به افغانستان و تاکیدشان از حمایت پروسه صلح و نشستی که امروز بین نماینده افغانستان، امریکا و روسیه وجود داشت. همه این نشست ها در واقع تاکید از برگزاری نشست بین الافغانی داره. خب تا هنوز چنانچه که شما بیشتر یادآور شدین و خانم رضایی را بیان کردن،
خشونت ها زیاد تغییر نکرده، اما معناش این نیست که این پروسه متوقف شوه و این پروسه را با بدبینی دولت افغانستان دنبال بکنه. بدون شک این پروسه زمانگیر است. من فکر میکنم با شروع نشست بین الافغانی به احتمال زیادی بحثی کاهش خشونت، بحثی آتش بس در اجنده است و بحثی که صورت بگیره بدون شک زمینه را به اعتماد سازی بیشتر میکنه و در صورت گسترش اعتماد سازی و بیشتر شدن اعتماد سازی نتیجهش من فکر میکنم مستقیم میره به طرف کاهش خشونت یا آتش بس. درست. دو مسئله مهم در بحث کاهش خشونت ها، چرا به بار شما کاهش پیدا نمیکنه؟ این توان در جبهه طالبا وجود نداره به دلیل امو اختلاف ها، یا نه راهبرد صلح هست از برای امتیاز طلبی در مذاکرات؟ بار شما در این رابطه چی است؟ خوب، یکی قبلا هم اشاره کردم پیچیدگی خود یعنی به ساختار طالباست که تقریبا یک رهبری وجود واحد وجود نداره که بتوانند در قسمت کاهش خشونت هماهنگی داشته باشن و نتیجهش مثبت باشه. یک مسئله است. مسئله دوم، من فکر میکنم طالبا هنوزم استراتژی نظامیشان تغییر نکرده. یکی از دلایلی که تا هنوز خشونت پایین پیدا نکرده، کاهش پیدا نکرده، همین مسئله است که استراتژی نظامی طالبا تغییر نکرده. خب طالبا هم بدون شک متاثر از کشورهای منطقه است. در صورتی که هماهنگی کشورهای منطقه بیشتر شود، پاکستان یا اگر صادقانه از این پروسه حمایت بکنن، خب نشست صورت بگیره، من فکر میکنم که بعد از او به احتمال زیاد استراتژی جنگی طالبان تغییر میکنه و آماده مذاکره و گفتگو در یک روند دراز مدت میشن تا اینکه به یک نتیجه سیاسی دو طرف دست پیدا کنن. تشکر. خانم رضایی، اگر قرار باشه تا چند روز آینده نشست برگزار شود، چه نشست مقدماتی یا نشست اصلی در دوحه، آمادگی ها چی است؟ این طرف شورای مصالحه ملی خبری از تشکیلش نیست که کامل شده باشه. هیئتی که وجود داره گمان زنی ها در مورد تغییرش هنوز وجود داره، نگرانی ها وجود داره. چقدر آماده هستیم؟ خب البته آمادگی نما بر ارزیابی یک تحلیل نسبی است، به این معنا که یک سری آمادگی ها ممکنه گرفته شده باشه. حداقل یک و نیم یا دو ماه شده که لیست اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان اعلان شده و این فرصت خوبی بود برای اعضای هیئت مذاکره که با جوانب مختلف نشست داشته باشه و آمادگی های لازم را برای شروع مذاکرات داشته باشه و من امیدوار هستم که چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در سطح کل مملکت اگر در نظر بگیریم، بله، نارسایی های هنوز وجود داره. شورای عالی مصالحه که بر اساس تعریفی که وجود داره باید تعیین کننده ختمش و پالیسی روند مذاکرات باشه، این شورا هنوز شکل نگرفته و گمان زنی های هم وجود داره که ممکنه این شورا بر اساس معیارهایی که باید شکل بگیره ممکنه شکل نگیره، ممکنه یک ترکیب طوری باشه که خیلی روی مسائل کلان مرتبط به صلح امو مهارت لازم را نداشته باشه، این هم به حیث یک نگرانیه. اما چیزی که واضحه اینه ترکیب سیاسی بر محور منافع خودی، البته هنوز با توجه به اینکه اعلان نشده شاید زوده که قضاوت نهایی را داشته باشیم، ولی تصور اینه که در زدوبندهای میان افراد گیر مانده آغازی روند، یعنی انتظار میرفت قابل درکه که شورای عالی مصالحه ممکن زمانگیر باشه، ولی حداقل یک و نیم سال از روند صلح، شروع روند صلح گذشته، در یک و نیم سال همه میشناسن که کی طرفدار صلح، کی مخالف صلح، چی ظرفیت ها و توانمندی های در عرصه های مرتبط به صلح وجود داره. از طرف دیگه اگر ما رابطه هیئت مذاکره را با شورای عالی مصالحه در نظر بگیریم، این رابطه طوری تعریف شده، چیزی را که ما برداشت داریم، این رابطه طوری تعریف شده که خطوط اساسی مرتبط به صلح باید توسط شورای عالی مصالحه تصویب شود و بعد هیئت مذاکره من حیث کسانی که انتقال دهنده پیام این مجموعه به طالبا باشه و در نقش هیئت مذاکره باید عمل کنه. اینال وقت شورای عالی مصالحه هنوز شکل نگرفته،
آیا آنچه که هیئت مذاکره در طول یک ماه دو ماه گذشته روی او توافق کردن، بحث کردن، مذاکره کردن، آیا این باز توسط شورای عالی مصالحه قابل قبول خواهد بود یا نه؟ مثلا همی است دیگه، خب کار از بنیاد خراب است. دقیقاً آیا این قبول قابل قبول خواهد بود یا نه؟ اگر قابل قبول نباشه، هیئت مذاکره وقتی وارد مذاکره میشه با کدام پشتوانه از آدرس دولت افغانستان؟ و اگر این قابل قبول نباشه، آیا دوباره توسط شورای عالی مصالحه آنچه که توسط هیئت مذاکره صورت گرفته مورد نفع قرار خواهد گرفت، یعنی پاسخ رد به داده خواهد شد؟ اینا موضوعاتیه که من فکر می‌کنم بر پیچیدگی روند صلح حتی در جانب حامیان جمهوری هم افزوده. بنابراین من پیشنهاد مشخصم اینه که ما نباید جانب جمهوری شامل هیئت مذاکره، شورای عالی مصالحه، رهبری دولت و همه افراد تاثیرگذاری که حامیان جمهوری اسلامی و حامیان قانون اساسی به حساب میآیند، نباید بهانه را به دست طالبان بتن که گویا آن مذاکرات بین الافغانی به دلیل عدم توافق و عدم آمادگی لازم در طرف صورت نمیگیرد. باید هر چیز زودتر شروع شود. تشکر آقای قیمی، فرصت کوتاه داریم. باور شما در این رابطه چی است؟ آمادگی ها چیز؟ خب میدانیم هیئت برای سیاحت و گردش به قطر نخواهد رفت و باید یک پشتوانه سیاسی باشه اینجا در کابل، شورای عالی مصالحه ملی. خبر نیست از این شورا؟ خب بدون شک شورای عالی مصالحه ملی میتونه که نقش بسیار مثبتی را بازی بکنه. تا هنوز استراتژی مشخصان اعلان نشده که به اساس او برنامه در از مدت شورا را ما مورد مطالعه قرار بدیم. من باورم اینه که در گذشته زیاد در قسمت سل دولت افغانستان، حتی حکومت های گذشته افغانستان بعد از در جریان دو دهه گذشته زیاد جدی نبودن، اما انتظار میره در این مرحله باید صلح به شکل جدی دنبال بکنن و بدون شک تا ای که ما یک نتیجه بگیریم. اما یک مقدار پیچیدگی که در درون شورای عالی صلح من میبینم ایست که هنوز حضور گروه های سنتی، رهبرهای سنتی بیشتر است. اگر به عنوان امتیاز استفاده شد، خب قطعا نمیتوانند که زیاد اثرگذار باشد. اگر یک تغییر ایجاد بکنند، به نظر من میشه که امیدوار بود. تشکر بسیار کوتاه آقای قیومی. یک هفته دیگر به بار شما یا پیشرفت مهمی سرخط خواهد شد در بحث سال؟ خب بستگی داره به هماهنگی، بستگی داره به تغییری طالبا، بستگی داره به نقش کشورهای منطقه. اما انتظار میره که این نشست صورت بگیره، یکی چی زمان مشخص است و البته رابطه میگیره به طرف های دخیل در جنگ افغانستان. تشکر خانم رضایی. تا یک هفته دیگه پیشرفت بسیار مهم در راه است. تنها امیدواری شروع آغاز مذاکرات بین الافغانیه. اگر قرار باشه اتفاقی در مورد روند صلح اتفاق بیفته، تنها همین یک، مثل که هفته قبل گفته میشد تاریخ 11 و بعدها گفته شد که تاریخ 15، امروز که تاریخ 16 هنوز شروع نشده. انتظار ایه که در فاصله یک هفته یکی از مهمترین اخبار شروع مذاکرات بین الافغانیه. سپاسگزار حضور شما خانم رضایی و آقای قیومی. سپاسگزار بیننده های برنامه. شب بخیر.